از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران دعوت کردیم تا پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه دهند. آقای جوادی سلام و عرض ادب. آقای جوادی بفرمایید چه راهکاری برای بهبود وضعیت بهداشت و غذا در یمن با توجه به بحرانی بودن آن وجود داره؟ بفرمایید. آقای جوادی دوستان به من اعلام کنن آقای جوادی روی خط هستن؟ بله، آقای جوادی یه مرتبه دیگه عرض ادب دارم و سوالم رو میپرسم. آقای جوادی چه راهکاری برای بهبود وضعیت بهداشت و غذا در یمن با توجه به بحرانی بودن آن وجود داره؟ بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان محترم این بخش خبری. در خدمت هستم، ببخشید اگر صدا نارسایی داره. بزرگواری. یه مقداری من عرایزم رو با مثال اینکه عقل سالم در بدن سالم است شروع میکنم. همونطور که مستحضرید، بحران یمن که ناشی از جنگ داخلی از سال 2009 و جنگ عربستان و متحدین هست، بیشک یکی از بحرانهای بزرگ و شدید ربع قرن اخیره که به دلیل جنگ ناخواسته تحمیلی، حالا موجب تعطیلی و کسادی بسیاری از کسب و کارها و تولید شده، متاسفانه حدود 19 میلیون نفر رو درگیر فقر و فلاکت و مشکلات روحی و روانی و بهداشت رو تغذیه کرده. قبلا هم عرض کردم برای رفع بحران با فرض توقف فوری جنگ حداقل یک سال نیاز به زمان برای اصلاح سیستم و غذارسانی، جهت وعده های حداقلی بخور و نمیر و کاهش هزینه دسترسی به غذا و بهداشت و دارو رو نیاز داره. متاسفانه رواج وبا و حصبه و بیماری های واگیردار و ناراحتی های گوارشی و روانی به صورت ریشه‌ای بحران رو در موارد انسانی تشدید میکنه. به نظرم ادامه کمک های بین المللی به صورت فراوانتر، کمک های فوری کشورهای منطقه و مسلمان باید تا رونق اقتصادی یمن صورت بگیره. در ضمن باید مد نظر داشت که نهادهای صلح بین المللی و حتی شخصیت های تاثیرگذار که من این رو تاکید میکنم و ثروتمند در جهان به صورت دعوت کشورهای منطقه و به خصوص ایران و سازمانهای بین المللی و انجیو ها و بعضی از شخصیت های تاثیرگذار برای پایان جنگ و کمک به رونق اقتصادی در یمن با توجه موقعیت بسیار مهم و استراتژیکی داره و اهمیت اقتصادی بالای یمن و به خصوص اهمیت جان انسان ها اقدام عاجل کنند. و فکر میکنم بسیاری از مردم یمن از جنگ و ناامنی خسته شدن و همراهی کمتری از شعارهای طول زننده تقدس جاهلانه دارن و پایان فوری رو میخوان و امیدواریم که انشالله صورت بگیره و مردم از این بحران بسیار عمیق بیرون بیاد. من باز در خدمت هستم اگر صدای ما میاد. بله، با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش توضیحاتی ارائه دادند.